سلام دوستان گرامی، همزبانان و همدیاران ارجمند، خوش آمدید به درس نوبتی، درس 27 از سلسله درس های زبان ترکی از کتاب استانبول. مرحبا arkadaşlar، خوش geldiniz. Nasılsınız؟ İyi misiniz? Bugün 27. ders İstanbul A1 kitaptan. ve bugün konumuz nerede? Hop, mavzuyu dersin buza yani hemen nerede az? Nerede yani dar kucu. Hop, nerede dar kucu mu şavat? Hop, ünite 2 yani bakşi duyum nerede dar kucu? C kısmını yani kısmi C şehirde dar şehir. Hop, neredesin? 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 Dar kucoi. Ha? Dar kucoi. Neredesin? Dar kucoi. Evdeyim. Evdeyim. Yani dar khonayım. Ha? Dar khonayım. Xo'p, in qalam ki nest. Ba vositai mushak. Qadar xub namiyaya. Xo'p. Neredesin? Dar kucoi. Ha? Xo'p. Evdeyim. Evdeyim. Dar khonayım. Kimsin? Tu ki hasti? Kimsin? Tu ki hasti? Xo'p, deyil meshavad ki nest. Deyil nest. Ha, az rafti sohbat ma'lum esha ki deyil ro chigune istifoda mikunem. Neredesin? Dar kujoyi? Xo'p, javobush meshavad evdeyim. Ha? Neredesin? Xo'p, javobush evdeyim. Ben öğrenciyim. Man donishjuyam. Yani ki man talabayam. چگونه که در درس های پیشنه گفته گیم اورنجی هم طلبه می شود هم دانشجو سن اشته می سین سن اشته می سین سن اشته می سین سن اشته می سین تو در کار هستی تو در کار هستی اوید اشته ایم بله در کار هستم یعنی در کار در جای کار هستم مثلا هیر اشته دیلیم انا همون دیل انا که نوبتش آمد هیر اشته دیلیم نه در کار اشته در کار دیلیم نستم دیل نست دیلیم نستم خب میگذاریم در قسمی حضرلک چلشمسی حضرلک چلشمسی میشود که کاری آمودگی اشهاده که یرلری رسملری اشلشتیریلیم یعنی میگد که جایخوی خالی زیر رو با میگیم رقمهایی که در رسمها هستند پایواز میکنیم یا که مناسب میسازیم مثلا نگاه کنیم اجزانه خب اول کلمه ها رو ترجمه کنیم اجزانه داروخانه کسب قصاب کویومجو زرگر هستانه بیمارخانه مناو میوه فروش دکان میوه فروشی پستانه یعنی پوچتا کافه یعنی میگیم که قهوه خانه مغازه سوکا کوچه کوافور سرتراش خانه پارک پارک باب پستانه شیرینی فروشی دکان شیرینی فروشی و فرن فرن نانبای خانه فرن هم نانبای خانه هم یه مغازه نان فروشی می شود یا که همون نانبای و هم چی می شود فرن همون دخوفکه یا که همون تفتان رو نیست فرن می گن اوتل یعنی مهمانخانه مارکت مغازین بانکا یعنی همون بانکا یعنی هم چی می شود خب بانکی که میگیم بانک می شود و هم یک لحظه در اینجا نمیدونم هست نیست تخمینا همون در اینجا همون صورتی چی رو آورده است بانک همون چی را بانک بانک می شود اما همون بگیم که کرسی ها که در باغ هستن دراز در بلوش می شینیم یعنی اون رو نیز بانک می گویند خب این رسم ها رو با این کلمه ها پیوست می کنیم نگاه کنیم مثلا در رقم یک چی است پشته هست پوچتا هست رقم یک پوچتا در کجا می نویسیمش پوچتا
پستانه رقم یک در اینجا. رقم دو، خب دو چی باشه دیجا؟ اجزانه کسب کیونجو کافه مغازه سوکر کافور پارک پستانه فلون اوتل. اوتل هست، رقم دو اوتل هست، یعنی مهمونخونه. خب رقم سه کسب، کسب رقم سه. خب رقم چهار بانکا، یعنی بانک. خب رقم چهار، چهار. خب رقم پنج مناو، مناو میوه فروش یا دکان میوه فروشی. رقم شش، خب این چی باشه؟ بازی اول از اینجا اجزانه، اجزانه داروخانه، داروخانه، داروخانه. خب داروخانه شانزدهم، شانزدهم داروخانه اجزانه، شانزدهم بود است، شانزده. خب این چی بتشید؟ شانزده هم. خب رنگش علیش کنیم شانزده هم و هم کمتر میگیم که نایده کلون آمده است. شانزده هم، شانزده هم یعنی اجزانه، اجزانه. کیومجو گفته زرگر رو میگن، زرگر تیلا فروش. خب هفده یا دکان تیلا فروشی هم میشود هفده، هفت، هفت معذرت، هفت یعنی زرگر. هستانه یعنی بیمارخانه. خب ده، ده هستانه، ده هستانه. خب مناو پستانه کافه، کافه. خب نامی ششم کافه است. خب ششم، ششم بله، ششم کافه. شش. خب مغازه، مغازه، مغازه دوازده هم، دوازده مغازه بکنیم اگر. خب حاضر مغازه. سوکاک، سوکاک یازده، سوکاک یازده، سوکاک یازده. و کافور، کافور، کافور چورده، کافور چورده. پارک، پارک سنزده، پارک سنزده. خب پستانه، پستانه همون جایی شکل نفروشی پونزده، پونزده. خب پونزده. فرن یعنی نمبر خونه، نو، نو. خب نو، خب نو. هتل نوشتیم مارکت، مارکت موند و مغازه، مارکت و مغازه، مارکت و مغازه، مارکت و مغازه. اینجا دوازده مونده گیا یا مارکت. خب نمیشود این دوازده هم مغازه است، دوازده. خب مارکت یک تا دیگه مون، این ها رو نوشتیم. مناو کهوه، کافه ششم، هفت، هشت. این هشت داروخانه، داروخانه هشت است. خب اجزانه، اجزانه، اجزانه هشت، اجزانه هشت. اجزانه هشت نشود و اون شانزده، اون شانزده چی میشود؟ مارکت میشود. مارکت شانزده، مارکت. بله خب دریافت کردیم تو پایان درس این را کار کردیم. این بود درسی 27 از سلسله درس های استانبول آیک، یعنی از کتاب استانبول آیک. خب نظر پیشنهادی خودتون رو میتونید بنویسین، یکون چون فهمو باشد میتونید بپرسین. تو درس های نوبتی موفق و معید سربلند باشین. گروش میگذره، خوشچکلن.